بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین و صلات و سلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابل قاسم المصطفى محمد الله صلی الله علیه و علیه آله علیه طیبین المعصومین و لعن و دائم علا اعدائهم اجمعین یکی از عوامل بسیار مهمی که در روایات اهل بیت در روایت برکت چه برکت فردی چه برکت اجتماعی چه برکت مادی چه برکت معنوی فوقلاده درش تأثیر گذار هست و من تقاضا میکنم ازتون بحث امشب رو خیلی بیشتر بهش عنایت بفرمایید امر به معروف و نهی از منکره از اموری که فوقلاده هست در جلب رضایت خدا و برکات بسیار زیادی برای فرد و جامعه داره پیغمبر اکرم فرمود که امت من بهترین امتن لا تزال امتی به خیر اما به یه شرط ما امرو بالمعروف و نه و ان المنکر به شرطی که امرو رفنه از منکر داشته باشن ف لم یفعلو زالک اگه این کارو نکردن تن زوان انهم البرکات برکات ازشون گرفته میشه تنزه و انهم برکات ممکنه شما بپرسید که حاج تو بین این همه واجبات حالا چرا دست گذاشتی رو همین یه دونه اتفاقا این یه دونه موتور بقیه واجباته این یه دونه بقیه رو میکشه میاره ببینید تو روایت امام باقر علیه السلام که انشالله اگر توفیقی شد رسیدیم من آوردم کتاب رو که از روش بخونیم تو روایت امام باقر هست به ها تقام فراز. با امر معروف نهی از منکره که بقیه فرائض عملی میشن محقق میشن تو جامعه امیر علیه در نهج البلاغه یه تعبیر عجیبی داره این تعبیر امیر تو نهج البلاغه تو قسمت حکمت های نهج البلاغه است میفرماید مقایسه اگه بخواید بکنید امر معروف نهی از منکر با بقیه واجبات رو مثل کنفستن فی بهر لجی مثل آب دهان هست در مقایسه با آب دریا فاصله آب دهان مقداری که آب دهان آدم هست با آب دریا چقدره فاصله عظمت امر و عروف نهی از منکر با بقیه فرائض اینه این تو نهج البلاغه است بنابراین از این جهت هستش که تو بین همه واجبات دست رو این یه دونه گذاشتیم چون اگر این واجب باشه بقیه خوبی ها هستن و اگر اون نباشه مرگ ارزش ها رخ میده مرگ خوبی ها رخ میده اولا این رو عنایت داشته باشید اون کسانی که اهل امر نهی از منکر هستن اینا قطعا بدون تردید ناشی میشه از غیرت دینیشون یه غیرت دینی به طور کلی ما سه جور غیرت داریم یه غیرت غیرت ملیه که آدم نسبت به ملت خودش آب و خاک خودش کشور خودش تعصب داشته باشه بی تفاوت نباشه احساس مسئولیت بکنه اگه تعرضی بهش شد دفاع بکنه اگه خدمتی میتونه بکنه علمی هنری مهارتی چیزی داره در خدمت ملت خودش اولویت داره که قرار بده نه تو جاهای دیگه ممکنه بره کشور دیگری تحصیل علم بکنه اما تو خدمت رسانی اول از همه کشور خودشو در نظر بگیره ملت خودشو در نظر بگیره این یه غیرته که غیرت ملی هستش قسم دوم غیرت غیرت ناموسی هست که آدم نسبت به ناموس خودش حساسیت داشته باشه احساس و مسئولیت بکنه اگر تعرضی بهشون شد دفاع بکنه آدم منفعل و شلولی نسبت به ناموس خودش نباشه خدا این صفت رو خیلی دوست داره امام صادق فرمود ان الله غیور خود خدا غیوره یحب الغیره غیرت رو دوست داره خود خدا غیوره چیه؟ خب خدا هم ناموس داره ناموس خ... اصلا کلمه ناموس میدونید معناش چیه؟ ناموس یعنی چیزی که مورد علاقه ی آدم هست و ارزشمند و قیمتیه و باید حفظش بکنه آدم چیز ارزشمند مورد علاقه ای که آدم باید حفظش بکنه خب خدا هم به این معنا ناموس داره یعنی چیزی داره که دوستش داره ارزشمندم هست حفظش هم بکنه دین خدا احکام خدا حدود الهی قرآن انبیا اولیا اینا همه ناموس خدا هست چیزهای قیمتی که خدا دوست داره و حفظشون میکنه ان الله غیورن خدا غیور غیرت رو تو هر کسی که باشه که نسبت به ناموس خودش نسبت به حریم خودش حساسیت داشته باشه خدا او رو دوست داره ولو غیر مسلمان باشه خدا غیرت رو ولو توی فرد مشرک هم باشه دوست داره این صفتش رو داره. نه اینکه اون مشرک رو دوست داره این صفتش رو دوست داره شرکش رو دوست نداره امام باقر علیه السلام فرمود که یه تعدادی از اسرا بودن که اعدامی بودن در زمان پیغمبر اینا چون کشته بودن از مسلمین اینا باید اعدام می شدن پیغمبر هم تو بین این تعداد از مشرکین یکیشون رو گفت اینو نکشید این رو جدا کرد این بنده خدا از پیغمبر سوال کرد که برای چی منو نکشتید پیغمبر فرمود که جبرائیل الان نازل شد فرمود که پنج صفت در تو هست که خدا اون پنج صفت رو دوست داره پنج صفت تو داری که خدا این پنج صفت رو دوست داره یکی سخاوت آدم دست و دلوازی هستی یکی شجاعت یکی صداقت راستگو هستی سوم خوش اخلاقی نسبت به خانواده چهار و چهارم خوش اخلاق بودن و پنجم الغیرت و شدیده علا حرمک نسبت به حریم خودت نسبت به خانواده خودت غیرت داری خدا این رو دوست داره غیرت رو خدا ولو در مشرک دوست داره ولو بی غیرتی ولو در یک مسلمان زاهد آبدی باشه خدا دوست نداره منفور خداست امام صادق فرمود که دو تا ملک رو خدا فرستاد برای عذاب یک قومی که خیلی توشون گناه زیاد بود خیلی توشون ظلم زیاد بود وقتی این دو ملک نازل شدن برخورد کردن به یه عابد زاهدی تو اون قوم که دست به دعا برداشته و داشت تزرع میکرد یکی از اون ملک ها به اون ملک دیگه گفتش که این رو دیدی خدا یعنی میخواد عذاب بکنیم یعنی این رو هم عذاب بکنیم این که عابد زاهد دست به دعا برداشته این رو هم عذاب بکنیم اون ملک دیگر گفتش که ما معمور به عذابیم کاری به این کارا نداریم اون اولی گفت من سوال میکنم از محضر خداوند متعال سوال کرد که خدایا آیا این زاهد هم جز به کسانی است که دچار عذاب هستن مشمول عذاب هستن خدا فرمود این قوم رو با همون زاهد زیر و رو بکنید لان ذالک رجل لم یتغیر وجهه غضبا لی چون به خاطر اینکه این مرد آدمی است که یک بار به خاطر من غذب نکرده اخم نکرده لم یتغیر وجهه غضب لی غضب به خاطر من تا حالا نکرده این آدم آدمی هستش که همش فقط به فکر همین بوده که گلیم خودشو عذاب بکشه بیرون کاری نداشته تو جامعه هر اتفاقی میفته هیچ تغییری نداشته هیچ غیرتی نداشته ولو عابد زاهد هم باشه بنابراین غیرت صفت است مورد علاقه خداوند متعال غیرت ناموسی هم آدم نسبت به ناموس خودش بلکه آدمی که غیرتیه نسبت به ناموس دیگران هم اگه ببینه تعرضی شده نمیتونه آروم بشینه اگه میبینه نسبت به ناموس دیگران حتی دیگرانی که اگه مسلمان هم نباشن باز شما نهج البلاغه رو ببینید همتون این معروفه تو این استان الانبار عراق که میشنوید زیاد الانبار این در زمان امیرالمومنین علیه السلام به یه زن یهودیه‌ای تعرضی شد که زیورالات از پاش کشیدن حالا اون موقع رس بود که به زیورالاتی به پاشون میبستن امیر علیه السلام فرمود که اگر یک مسلمانی دق بکنه اگه دق بکنه بالاخره درست اون یهودیه ولی کافر حربی که نیست در جنگ با ما نیستن یهودی هستش که شهروند حکومت اسلامیه شهروند حکومت اسلامی است لذا جانش مالش آبروش محترمه بنابراین چون تعرض به او شده اگر یک مسلمان دق بکنه از قصه یک همچین چیزی من ملامت نمی کنم. آدم با غیرت حتی اگه به ناموس دیگران شما الان نگاه بکنید وقتی میشنوید این داعشی های پست وحشی زنهای ایزدی و مسیحی رو تو سوریه یا عراق به عنوان برده جنسی میگیرن غیر از اینکه خودشون پست فطرت ها تجاوز میکنن این زنهای یا دخترهای مسیحی یا ایزدی که به حال مظلوم هستن این بندگان خدا غیر از اینکه خودشون تجاوز میکنن به عنوان برده جنسی میفروشن توسط دلالای ترکیه ای میفروشن به اسرائیل هر زن یا دختری هفت تا هشت هزار دلار یکی از منابع درآمد داعشی ها اینه یکی از منابع درآمدشون همین فروش هم زن هم کودک هستش که این کار رو میکنه خب هر کسی وقتی این رو میشنوه آدم با غیرت وقتی این رو میشنوه تنفر پیدا میکنه حالا خودشون که مورد نفرت هستن هم ریخت و هم کاراشون ولی این دیگه مضاعف میکنه تنفری رو که آدم بهشون داره که آدم های بی غیرتی هستن خدا رحمت کنه مرحومت الله مرعشی نجفی رو در زمان کشف حجاب خان ایشون رئیس شهربانی قوم میگفتن آدم خیلی تنومند و گردن کلفت و آدم لات و لاعبالی هم بوده این یه موقع میاد تو حرم هست محسومه. سلام الله علیه قسمت خانوم میره برای چادر کشیدن دیگه تقریبا مصادف بود با نزدیک ظهر آیت الله آی مرعش نجفی خب اون موقع جوونم بود دیگه برای نماز که میاد وقتی صدای جیغ و ناله و اینها رو میشنوه سوال میکنه چه خبره میگن فلانی رئیس شهربانی قوم داره این کارا رو میکنه هیچ هم جرئت نداشت بره جلو چون بدو بدو رفت جلو محکم زد تو گوشه رئیس شهربانی قوم اون برق چشش پرید توقع نداشت کسی مثلا اینجوری بیاد در مقابلش وایسه انگار مثلا یکی خورده بود مردمم دیگه یه جرعتی پیدا کردن وقتی یکی رفت جلو دیگه شروع کردن داد و بیداد کردن و شروع کردن چیزی الله پرید. اونم دیگه نتونست تو حرم وایسه مثلا درگیر بشه دید خطرناک شده رفت البته به آقای مرش نجفی تهدیدی کرد که حسابتو میرسم که دیگه حالا یه اتفاقی براش رخ داد که نتونست کاری بکنه منظورم اینه که آدم غیرتی نه فقط حتی ناموس خودش حتی ناموس دیگران متاسفانه الان تو کشور ما کشوری که کشور امام زمانه زمان شیعه هستن ولی این رو داریم میبینیم که بعضیا دچار یک کمبود غیرت یا بی غیرتی شدن این رو داریم میبینیم چطور میشه یه مرد با غیرت اجازه بده خانم خودش با یه تیپی با یه آرایشی با یه لباسی که کاملا بدنش رو نشون میده با یه لباس تنگی اینجوری خواهرش همسرش یا مثلا فرض کنید دخترش یا هر کی که هستش کنارش اینجوری را بره که فقط و فقط دیگران لذت ببرن ازش چطور آدم میتونه غیرتمند باشه و این رو اجازه بده ما متاسفانه یکی از اشتباهاتی که الان داریم میکنیم اینی که تو این وضعیت بد هایی که دل هممون میسوزه گاهی موقع ها یقه زنا رو فقط میگیریم میگیم خواهرم حجاب خواهرم ب... باید یقه اون مردش رو بگیری باید بگی آقا غیرت امیرالمومنین علیه السلام رو ببینید هست امیر تو روایت داره فرمود شنیدم تو کوچه های کوفه تو بازارها و بعضی از کوچه های تنگ که خانم ها ازدهام میکنن با مردا تنهاشون میخوره به هم دیگه ببینید تعبیر رو حسن امیر میفرماید مردان کوفه به کی داره خطاب میکنه مردان کوفه خجالت نمیکشید که زنان شما اینجوری تو ازدهام تنه به تنه مردها را میرن حیا نمیکنید لعن الله من لا یغار خدا لعنت کنه اون کسی رو که غیرت نداره امیرالمومنین خطابش تو این آسیب اجتماعی به مردانه یه اشتباهی که الان ما داریم میکنیم بلنگو دست گرفتیم خواهرم هجاب خواهرم هجاب عزیزم اول از همه باید بگید برادرم غیرت برادرم غیرت اول باید او رو بهش تذکر بدید پشت هر زن بد هجابی حالا ما بی به اون معنایی که معروف هست که نداریم ولی پشت هر زن بدهجابی یک مرد بی غیرتی هست و دشمن قبل از این که به حجاب حمله کنه تو کشور ما به غیرت حمله کرده به غیرت حمله کرده اگر یه آبسری که میخواد ازدواج بکنه با غیرت باشه سراغ دختری بره که محجبه است عفیفه هستش با حیا هست برای ازدواج این گزینه رو انتخاب بکنه خب یواش یواش دخترایی که بعد حجاب هستن تو جامعه حس میکنن کسی نگاهشون نمیکنه کسی اینا رو برای زندگی نمیخواد تا حد خودشون رو جمع میکنن اما برعکس اگه پسری خیلی براش حساسیت نداشته باشه این چیزا مهم نباشه فریب آب و رنگ و خط و خال و آرایش اونجور چیزا رو بخوره ازدواجش معمولا با اینجور دخترای این تیپی باشه اون وقت دختر چادری که تو خونه هست میگه من من تیپ و قیافه ندارم چرا من باید گوشه خونه بمونم اینا ازدواج بکنن زندگی تشکیل بدن منم میام خودمو نشون میدم ببینید یعنی اون حجاب رو و اون دختر محجبه رو از هجاب میتونه خارج کنه غیرت یا بی ببینید چقدر میتونه تأثیر بگذاره در هجاب یا بی از این جهت البته نمیخوام این رو بگم که عامل بد تو کشور ما فقط و فقط این مسئله است که غیرت مردانه نمیخوام بگم نه عوامل متعددی داره گاهی ما عقده ها و کمبود های روحی و روانی هست که بعضی از این خانم هایی که این تیپی بیان بیرون دارن عقده هستش که دارن کمبودهایی هستش دا که دارن تربیت‌های های خانوادگی میتونه باشه جهل میتونه باشه گاهی موقع دهنکجی و مسائل سیاسی میتونه باشه دهنکجی کردن با این شکل میاد بیرون عوامل متعدده اما اون چیزی که از مهمترین عوامله که میتونه جمع بکنه بسیاری از این بدهجابی ها رو همون مسئله غیرت چون بالاخره تو هر خونه ای که اینجور خانوم این تیپی هستن یه مردی هم هست اکثرا اینجوریه دیگه یه مردی هم بس اگه اون مرد صف وایسه محکم بیسته میتونه جلوی خیلی از اینها رو بگیره مرد اگر مرد باشه میتونه جلوی اینها رو بگیره خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آی آسد مصطفی بهشتی نژاد رو تو اصفهان از اولیاء خدا بود شوهر خواهر شهید بهشتی شوهر خواهر شهید مظلوم شهید بهشتی آیت الله آسد مصطفی بهشتی نژاد از شاگردان عارف بزرگ امیر رحیم ارباب خودش خیلی آدم با کرامتی بود ایشون حدود 60 سال هفتاد سال 60 سال پیش تقریبا با یه جمعی از اصفهانیا ها با خانواده هاشون راهی کربلا شدن میخواستن برن کربلا رسیدن قصر شیرین از اینجا میخواستن وارد بشن اون مأمور گمرکی که تو مرز بود عراقی که بود میخواست پاسپورت ها رو ببینه به ایشون گفتش که من باید صورت خانومتون رو ببینم که تطبیق بدم با این عکسی که رو پاسپورت هست مرحومی آی آسد مصطفی بهشتی میگه من میفهمیدم که این آدم آدم آلوده ایه کاملا مشخص بود که بهانه گیر آورده برای دیدن آدم هیزی هستش میگه من بهش گفتم که خب اگه میخواید ببینید و تطبیق بدید خب یه زن بیاد این کارو بکنه یه زن بیاد خانوما رو ببینه تطبیق بده که همون عکسی که رو پاسپورت هستش آیا همین هست یا نه گفت نه خودم باید ببینم من گفتم من اجازه نمیدم ببینی گفت اجازه نده منم راد نمیدم بعضی از این کاروانی های ما گفتن که حاجه حالا یه نگاه چیزی نیست بیا بریم و کربلاس و این گفتم نه امام حسین خودشم رازی راضی نیست ابا عبدالله راضی نیست زیارتش مستحبه به راضی نیست من به قیمت گناه برم کربلا تا حدود شاید دو سه روزی قصر شیرین موندم اونجا یه جایی گرفتیم هر روز میرفتم که مثلا آیا این عوض شده یا از خر شیطان اومده پایین را میده دیدم را نمیده به خانم هم گفتم خانم همینجا از دور یه سلام به ما حسین میدیم برمیگردیم گفتم یا ابا عبدالله ما غیرت رو از شما یاد گرفتیم به شما خود غیرت اللهی شما راضی نیستی که ناموس من رو کسی ببینه و به این, به این قیمت من بیام کربلا همونجا یه سلامی از دور داد برگشت دو سه روزی هم مهمان شهید مهراب تو کرمانشاه الله اشرفی اصفهانی آیت الله آی اشرفی اصفهانی شد و بعد برگشت اسفهان کاروانی های اصفهانی که برگشتن ظاهرا امام حسین علیه السلام اونجا حالشون رو گرفته بود خیلی بهشون خوش نگذشت خیلی بخ... سختی دیده بودن وقتی برگشتن اسفهان جمعی اومدن پیش آیت الله آی یاسد مصطفی بهشتی گفتن حاج ما حاضریم ثواب زیارت رفتمون رو با اون زیارت نرفته شما عوض کنیم اون ثواب اون زیارتی که ما رفتیم با اون کاری که شما کردی و نرفتی عوض بکنیم ایشون گفت خب حالا دیگه برقا اینجوری شد دیگه بعد از یه مدتی ایشون رفت مشهد مشرف شد حرم امام رضا علیه السلام زیارت و بعد برگشت ایشون پدر دو تا شهیدم هست آیا صد مصطفی بهشتی وقتی که برگشت پسر ایشون میگفت میگفت دوچار یه مریضی شد بابام یه دوشنبه شبی بود که گفت من کنار بسترش بودم حالش خیلی سنگین شد تقریبا سهر ساعت دو دو بیست دقیقه اینجورا بود از دنیا رفت منم پارچه رو کشتم رو صورتش یک دو سه روزی ازاداری و حال بر پدرمون مجلس گرفتیم بعد از دو سه روزی جوانی که تیپ مذهبی متدینی داشت اومد گفت خانه آیا اسد مصطفی بهشتی اینجاست گفتیم بله گفتن ایشون از دنیا رفته گفتیم بله گفت شما پسرشی گفتم بله گفت باباتون دوشنبه از دنیا رفت گفتم بله گفت دوشنبه سحر گفتم بله گفت ساعت دو و بیست دقیقه دیدم با همه جزئیات داره میگه گفتم چطور مگه گفت حقیقتش من دوشنبه خوابیده بودم یه خوابی دیدم اومدم الان ببینم که این خوابی که دیدم راست بوده یا نه خواب دیدم وارد حرم امام رضا شدم امام رضا علیه اومد بیرون فرمود من الان باید برم موقع مرگ یکی از شیعیان ما هست در اصفهان آقای سید مصطفی بهشتی بخوام برم الان اونجا میگه من از خواب بلند شدم ساعت رو دیدم دیدم دو و دقیقه است به زن سپردم آقای سید مصطفی بهشتی میگه پرسان پرسان آدرس رو پرسیدم اومدم اینجا با بهتون بگم که امام رضا علیه السلام پدر شما رو به عنوان یکی از شیعیان ما به این عنوان خطاب کرد آدم با غیرت این قسم دوم غیرت که غیرت ناموسیه اما از این مهمتر غیرت دینیه از غیرت ناموسی مهمتر غیرت دینیه چون همون جور که شما نسبت به ناموست اهمیت میدی و اگر آسیبی بهش وارد شد آدم دفاع میکنه باید آدم نسبت به ناموس خدا وقتی آسیبی میخواد وارد بشه بیشتر آدم ناراحت بشه بیشتر آدم تعرض بکنه ناموس خدا عرض کردم یعنی احکام به خدا یعنی حدود الهی اگه اونا زیر پا داره گذاشته میشه حلال و حرام به خدا داره زیر پا گذاشته میشه آدم باید بهش بر بخوره آدمی که غیرت دینی داشته باشه اینجا باید بیشتر خشم میگیم بشه شما حضرت موسی رو در قرآن ببینید حضرت موسی داره که وقتی چهل روز گذشت از تو، کوه تور برگشتید قومش گوساله پرست شدن رفت یقه برادرش هارون که او هم از انبیا بود از انبیا تبلیغی بود رفت یقه او رو گرفت تعبیر قرآن اینه القل این الواح مقدسه تورات رو انداخت اون از ناراحتی وقتی دید قومش بود پرست شدن این تورات رو انداخت اونور و اخذ به رأس اخیه یا جر سر برادرش رو گرفت کشید حضرت موسیم خیلی شدید و الغذب و امرو عرف نحی از منکرش هم خیلی محکم بود رفت کشید گفت برای چی اجازه داده این کارو کردن که برادرش گفتش که خب برادر من اگه من بخواستم جلو اینا وایسم تفرقه میافتاد تو امتت تفرقه می افتاد تو امتت و من برای اینکه اختلاف و تفرقه یعنی همون عذر امیرالمومنین علیه السلام که بعد از رحلت پیغمبر اکرم سکوت کرد که اون تفرقه نیفته در هر حال میخوام بگم تعبیر قرآن که هست موسی اینجوری خشمگین شد یکی از عیبهایی که بر امیرالمومنین میگرفتن همین بود یکی از عیب هایی که برای حضرت امیر میگرفتن میگفتن علی خیلی قاطع اونجایی که پای دین خدا هست یک ذره کوتاه نمیاد تو مسائل شخصی تو مسائل خانوادگی خیلی نرم خیلی خوش اخلاق هر چیزی رو گذشت میکردند اما این تو مسائل شخصی بود یا تو مسائل خانوادگی بود اما تو مسائلی که مربوط به دین خدا یا حقوق مسلمین یا به المال مسلمین بود ذره کوتاه نمیومد حضرت زهرا تو خطبهش داره که یکی از عیب هایی که بر ابوالحسن می گرفتن لتنمر هی فی ذات الله چون در رابطه با خدا و دین خدا مثل شیر بود این تعبیر از زهراس یه مرتبه پیغمبر اکرم یه جمعی رو با امیرالمومنین فرستاد یمن برای یه ماموریتی که اونجا زکات جمع آوری بکنن امیرالمومنین با این جمع از اصحاب رفتن یمن وقتی برگشتن بعضی از این اصحاب دست برد تو اون بیت المال تو اون چیزهایی که زکات گرفته بودن دستپورت زدن و به عنوان مصرف شخصی استفاده کردن هست امیر که متوجه شد به شدت باهاشون برخورد کرد همه رو برگردون گفت باید اینا رو بدیم خدمت پیغمبر حالا اگه پیغمبر تقسیم کرد یه قسمتش به شما افتاد و خودت هر جوری میخوای مصرف کن اما الان وقتی که هنوز اموال عمومی هست به پیغمبر ندادیم حق ندارید کسی دست بزنید حضرت باشون اینجوری برخورد کرد بعضیاشون بهشون برخورد وقتی که اومدن مدینه رفتن پیش پیغمبر شکایت از امیر المونین گفتن آقا خیلی خشنه خیلی قاطع یه ذره کتا نمیاد امیر المونین علیه السلام فرمود پیغمبر اکشن، فرمود لا تشکو علیان شکایت از علی نکنید فا انهو خشنون فی ذات الله خشونتی هم داره تو این رابطه از کوتاه نمیاد غیرت دینی داشتن که از مهمترین صفاتی است که اگر مؤمن مؤمنه واقعا اینو باید داشته باشه. امر به معروف نهی از منکر ناشی میشه از همین غیرت آدمی که غیرت دینی داره وقتی میبینه که احکام خدا زیر پا داره قرار میگیره مسخره داره میشه به یه جاهایی به دین خدا اینجا نمیتونه لبخند بزنه اینجا نمیتونه کوتاه بیاد البته من اینو عرض میکنم خود شما هم میدونید این فریزه امر به معروف نهی از منکر یه فریزه پردردسریه یه فریزه است که زحمت داره مثل نماز و روزه و حج و زیارت و اینا نیست اونا زحمت چندان نداره افتخار هم داره اون کسی از زیارت برمیگرده پلاکارد هم براش میزنن حاجی هم بهش میگن یا کربلایی بهش میگن افتخار هم داره ولی کسی که امر معروف نهی از منکر بکنه شاید دو تا شکم بخوره ممکنه دو تا نیشم بخوره ممکنه دو تا بشنوه فریزه پردردسری هست واسه همینم هم که شاید کسی هر کسی زیر بارش نره مگر کسی همون غیرت دینی رو داشته باشه سوز دین داشته باشه من یه روایتی هست خدمتتون یه قسمتش رو فقط میخونم تو جلد پنج کافی هستش که از امام باقر علیه السلام هست امام باقر فرمود که در آخر و زمان گروهی میان آخر و زمان چون حجم منکرات زیادتر میشه طبیعیه که بعضیا اینجاها یه مقداری دیگه کوتاه میان امام باقر علیه السلام فرمود که یکون و فی آخر زمان قومون یک گروهی میان که مراعون دینشون ظاهریه ریاییه از عمق وجود و جان همه جا پای دین نیستن یتقرعون قرائت میکنن یتنسکون مناسک رو انجام میدن اعمال دینی رو انجام میدن اما حدسا ها اون عمق و شعور دینی رو اونچنان ندارن لا یوجبون امران به معروف ولا نه نهی عن المنکر امر نهی از منکر رو گویی واجب نمیدونن الا اذا امن و ضرر مگر اونجایی که اطمینان داشته باشن ضرری نداره خیالشون راحت باشه یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر دنبال یه بهانه میگردن برای اینکه ازیرش در برن بعد میفرماید یقبلون علی الصلاه و سیام نماز و روزه رو خوب میخونن و ما لا یکلم فی نفسن ولا مال و چیزایی که خیلی ضرر نمیزنه به جان و مال این چیزایی که خیلی هزینه نداره خیلی خرج نداره رو انجام میدن اما همین نماز هم اگر ضرر بهشون بزنه نمیخونه ولو اذرت سلات اگر نماز ضرر بزنه به سایر ما یعملون به اموالهم و ابدانهم به بدنشون به مالشون ضرر بزنه لرفزوها نماز رو هم ترکش میکنن کما رفض و اسم کما اینکه برترین فرائض که امر معروف نهی از منکره ترکش کردن کما اینکه اینو گذاشتن کنار اونها رو هم میذارن کنار اگه ضرر داشته باشه بعد حضرت فرمود که ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریزتون عظیمه فریزه بزرگی است که بهها تقام الفرائض این همون که اول صحبت درس کردم به واسطه این فریزه هست که بقیه فرائز برپا میشه این موتور بقیه است اگه این زنده باشه بقیه هم زنده است هستن اگه امر معروف نهی از منکر بمیره ارزش ها یواش یواش میمیرن خوبی ها میمیرن بعد حضرت فرمود که ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیا و منهاج راه و سیره انبیا و صلحا بوده انبیا و اولیاء خدا تمام درگیری هاشون رو شما اگر ببینید به خاطر همین بوده دیگه چون این فریزه رو به پا میکردن با شرک که مهمترین منکر بوده می تا ظلم های اجتماعی به خاطر این همیشه درگیر بودن دیگه ولی انبیا و اولیا اگه مثل یه عارفی بودن که سرش پایین بود همیشه فقط مثلا فرات یه جایی ذکرشون میگفت کسی با اونا کاری نداشت که اما این که به شهادت همشون هم رسیدن به خاطر همین بود مشکلشون همین بود سبیل الانبیا و منهاج الصلحا فریضه تن عظیمه به تقام الفرائض و تامن المذاهب امنیت اجتماعی با این فریزه میاد مرحوم شهید مطهری ایشون تو کتاب ده گفتارش اگه دوستان و بزرگوار که اکثریتتون به جوان هستید اگر بزرگواری بفرمایید ده گفتار شهید مطهری رو این مقاله امر نهی از منکرشو بخونید یه نکته ایشون داره اونجا خیلی زیباست که اون وقت ببینیم ما چقدر عقبیم ایشون میگه در قرن سوم چهارم هجری یعنی یه چیزی حدود مثلا 1100 سال 200 سال پیش تو جامعه اسلامی اون زمان یک تشکیلاتی به وجود اومده بود به نام دایره حسبه یا امر معروف نهی از منکر دایره حسبه اداره امر معروف نهی از منکر این تشکیلات جوری بود که امرو به معروف و نهی از منکرش به صورت بسیار گسترده ای بود یعنی حتی اگر کسی آشغال میریخت تو خیابون میرفتن بهش تذکر میدادن اگر کسی آلودگی صوتی ایجاد می کرد، اگر کسی سد معبر میکرد می رفتن بهش تذکر میدادن اگر تو بازار کسی فرض کنید جنس رو زیر و رو میکرد روی بار یه جور زیر بار یه جور میرفتن جلوشو میگرفتن یعنی به تعبیر شهید متحری این سازمان کار دو تا اداره و سازمان بزرگ فعلی رو انجام میداد شهید بوتری میگه کار شهرداری فعلی و کار شهربانی پلیس فعلی رو انجام میداد نه بلکه سه تا کار سازمان بازرسی رو هم انجام میداد یعنی کار سه تا سازمان با این تشکیلات بود کنن. اما پدر و مادرها هم باید حقوق بچه‌شون رو رعایت بکنن فشار به اونا نیارن تحمیل به اونا نکنن وقتی که به خصوص ازدواج کردن بچه هاشون، مادر بگه من شیرم و حلالت نمیکنم باید اینجوری زندگی بکنی که من میخوام این کارا رو نکنند یا گاهی موقع بین همون دعواهای مادر شوهر و عروس و امثال اینها مادر جوری وسط نیفته که پسری که اون وسط هست مجبور بشه به قیمت این که بخواد خانوادهش رو بگیره مادرش رو دست بده بخواد مادرش رو حفظ بکنه خانوادش رو دست بده گاهی موقع اینجوری میشن مندگان خدا حالا همه بحث ها رو تو یه جلسه نمیشه انجام داد این بحث امر معروف از منکر فوق العاده دامنه داره من فقط برای اینکه چاره ای نیست تو همین دو سه دقیقه دو سه تذکر میدم یک شما تو همه رساله ها دیدید که چهار شرط داره امر معروف نهی از منکر چهار تا شرط داره اولین شرطش اینه که آدم معروف و منکر رو بشناسه بی خودی زود داغ نکنه بره حمله بکنه به کسی اول معروف و منکر رو بشناس. گاهی موقع ها ممکنه فرض کنید به فتوای مرجع تقلید تو این حرامه به فتوای مرجع تقلید او این حرام نیست میدونی این حرام قطعیه اگه دونستی که قطعیه بله اونجا باید بری تذکر بدی اما اگر نمیدونی هنوز باید بشناسی یا گاهی موقع ها ماها یه چیزایی رو همجوری به گوشمون خوردی که مثلا منکره جایز نیست یا آقای تو قوم بود میگفتش که تو حمام و حمامای قدیم که وقتی از تو حمام می اومدن میخواستن تو رخکن بیان باید پاشونو میزدن تو یه حوضچه ای بعد می اومدن تو رخکن یا آقای تو قسمت رخکن بود میگه دیدم یه پیرمردی حوله رو سرشه از داخل حمام اومد بدونی که پاشو بزنه تو اون حوضچه اومد تو رخکن من بهش پریدم اوی امو پاتو بزن تو اون آب بد بیا همه جا رو نجس کردی او گفتش که آقا جون مگه حمام نجس بود که پاهای من نجسه باید پام بزن من موندم چی جواب بدم ولی خجالتم وقتی صد چندان شد که حوله رو وقتی برداشت دیدم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری یزدیه مؤسس حوزه علمی قوم اول شخص عالم تشیع من دارم به او پرخاش میکنم که پاتو بزن اونجا همه جا رو نجس کردی گفت مگه نجسه تو وقتی نمیدونی برای چی پریدی ما بعضی هستن آب صابون و کف و اینا رو نجس میدونن. وقتی بپاشه یه مرتبه انگار چه منکری رخ داد خب بدون منکر چیه معروف چیه گاهی مقادم نادانسته خودش چند تا منکر انجام میده این یک نکته دوم این که خیلی عنایت بفرمایید ببینید هدف از امر به معروف و نهی از منکر انجام اون معروف و برداشته شدن منکره روشش به دست خودته یعنی خودت باید ببینی که اینجا بهترین شکل برخورد چیه تا وقتی که آدم میتونه نرم برخورد بکنه گاهی موقعا با یه هدیه دادن با یه هدیه دادن ما ها معمولا تو ذهنمون از امر معروف نهی از منکر برخورده تندی کردنه اصلا این نیست امام صادق علیه السلام تو روایت تو مصباح و شریع است امام صادق فرمود رحیم کسی که میخواد امر و نهی از منکر بکنه رفیقا رحیما بهم با رفق و رفاقت و رحمت دشمن خدا که نیست حالا یه بنده خدا یه اشتباهی کرده دشمن خدا که نیست حسن البیان با بیان خوب یادتون هست مقام معظم رهبری بجنورد که رفته بودن خراسان شمالی که رفته بودن یک دو سال قبل در تو بعضی از بدهجابی ها فرمودن که این خانم هایی که بدهجاب هستن اینجور نیستش که ما فکر کنیم دشمن دینن حالا یه اشتباهی تو عملشه این رو هم در نظر بگیریم ما اون کسی که یه تخلفی کرده عملش اشتباه است یه مرد به امام صادق گفتن آقا سید همیری محب شماست مشروبم میخوره شاعر محب اهل بیت شرابم میخوره امام صادق علیه السلام فرمود اگر مشروب بخوره سید یه پاش میلنگه و میلغزه یه پاش تو ولایت ما اهل بیت سفته اون نگهش میداره وقتی این رو به سید همیاری گفتن که امام صادق راجبت اینو گفت گفت اگه یه پای سید میلغزه یه پای دیگهش تو ولایت ما محکمه اشک ریخت گفت یعنی امام صادق منو ترد نکرده اینجوری از من دفاع کرده زیر و رو شد و شد یکی از کسانی که دیگه یه نقطه سیاه دیگه تو زندگیش بعد از او دیگه نبود اینجور نبود که یه مرتبه طرف رو لجمال بکنن و شخصیتش رو بکوبن از بین برال یه عملش اشتباست اما شخصیتش رو دیگه از بین نبر این نکته دوم نکته سوم این هستش که تو رساله ها یکی از همون شرایط چارگانه امر معروف نهی از منکر علاوه بر شناخت معروف منکر این هستش که شرط تاثیر داشته باشه یعنی تو برو جایی تذکر بده که احتمال تاثیر میدی اونجایی که یقین داری اثر نداره اونجا که لازم نیست مونتا. این یه عذری نشه برای آدم که خب دیگه اثر نداره این نه بفرمایید اولا اگه آدم با زبان خوش بگه معمولا اثر داره با زبان رفاقت بگه معمولا اثر داره ثانیا شخصی تو تنها ممکنه اثر نداشته باشی اما وقتی تو بری یکی دیگه بره یکی دیگه بره ده نفر برن بگن اثر داره یعنی خود تو با اندازه جزء الاثری همینم خودش اثره سالسن ممکنه صد درصد جلوی گناهی رو نگیری ده درصد جلوش رو بگیری باعث این بیش که حجم گناه کم بشه همین ارزشمنده همین هم ارزشمند هست و از اون گذشته زمینه اثرگذاری رو شما باید فراهم بکنی عرض کردم تو اثر گذاشتن بدون کی کجا چطوری بگی کی کجا چطوری بگی یه موقع هستش که آدم مثلا فرض کنید به یه رفیقش به برادرش به بچهش اگه توی تفریحی با هم دیگه باشن اونجا بگه اثرش بیشتره بز اونجا بگو جاش رو بزی یه جایی که با هم دیگه خوشید بز اونجا بگو یه موقع هستش که آدم میبینه که اگه یه هدیه بهش بده اون وقت بعد یه تذکری بهش بده که فلانی تو همه چیت خوبه این یکی هم بیا درستش کن کی کجا چطوری گفتن قوم اگر مشرف شدید این آخر بحث من هستش قوم اگر مشرف شدید بعد از زیارت قبر متحر است محسوم سلام الله علیه ها حتما به مسجد بالاسر قسمت بالاسر قبر مرحوم آیت الله بافقی حتما سر قبر ایشون برید یه فاتحه بخونید آیت اللهش محمد تقیه بافقی از عاشقای امام زمان علیه السلام بود فوقلاده بود باور بفرمایید حداقل یک جلسه آدم راجب ایشون اگر صحبت بکنه کمه غیرت دینی داشت مرد بود این عاشق امام زمان که حوزه علمی قوم رو دو نفر تاسیس با عاشق عبدالکریم گفته بود شما مرجع تقلیدی بیافت جلو برای تأسیس حوزه علمی قوم هر جا به مشکل خوردی من میرم جمع از امام زمان برات میگیرم همین جورم بود بارها مشکل پیش میمد تو حوزه ایشون میرفت جمکران جمکران اون زمان یه مسجدی کوچکی بود تو بیابان که اگه کسی میرفت شب بخواست اونجا بمونه می ترسید. کسی نمیرفت اصلا یه مسجد خیلی کوچیک بود ایشون میرفت شب میموند بر می گشت. از امام زمان میگرفت و مشکل رو حل می کرد. الان میتونید برید از آزادی مرحوم آیت الله گلپایگانی مرجع تقلید که الان هستن آزادشون هست میتونید برید بپرسید ایشون میگفتش که بابام های گلپایگانی میگفت با در قم 400 نفر طلبه بودیم کل طلبه های قم که حضرت امام هم اون موقع بود آیت های عراکی هم اون موقع بود میگفت زمستان سردی بود ما چند نفر رفتیم خدمت ها شیخ به ایشون گفتیم که آقا خیلی سرده اگر میشه یه عبای زمستانی که کلفت هستش تهیه کنید ما بپوشیم تو این سرما محفوظ باشیم آیا شیخ من پولم کجا بود که 400 تا عبا پیدا کنم به شماها بدم آقای بافقی اونجا نشسته بود گفت حاج آقا خودم میرم از امام زمان میگیرم خودم میرم میگیرم رفت شب جمعه مون جمع کردن و وقتی برگشت گفت حاج آقا امام زمان علیه السلام حواله کردن به کسی شنبه میرسه قم آیت الله گلپایگانی میگفت شنبه 400 تا عبا رو دوش ماها بود او بو از طرف حضرت اومده بود بو گفت رو دوش ماها بود آقای بافقی رفته بود گرفته بود آقای بافقی فوق بود ایشون با خان در افتاد مقصودم اینجاست این آدم عاشق امام زمانه اونی که عاشق امام زمانه باید چه خودشو نشون بده یه جا که پای دین وقتی هستش باید نشون بده که دین داره رضاخان برای حرمت شکنی خانواده خودش رو بی فرستاد تو حرم است معصومه برای اینکه حرمت حرم شکسته بشه و بیهجابی دیگه قبهش ریخته بشه خانواده خودش رو فرستاد بیهجاب حجاب حرام است خب کسی جرئت نداشت هیچی بگه فقط مردم دست رو دست می‌زدن که ای چی شده یا امام زمان و. و هر حال آیه بافقی وقتی فهمید این پیرمرد اومد پرخاش کرد بهش که اگر مسلمان نیستی تو حرم دختر پیغمبر چی کار میکنید اگر مسلمانی چرا با این وضعیت پرخاش کرد بهش اون که برید بیرون حرمت حرم رو نشکنید اینا رفتن ظاهرا تلگرافی بوده یا هر چی تلفنی هر چی بوده به تهران زدن که یه شیخ اینجوری اومده با ما برخورد کرده رضا با چند تا از این کامیونای ارتشی سرباز رفت قوم وقتی رفت حرم رو محاصره کردن و خودش وارد که شد با چند تا از سربازا رفت گفت این شیخ رو هر دارید بیارید برش داشتن این پیرمرد رو بردن اونهایی که اون زمان شاهد بودن میگفتن که با باتومی که تو دستش بود و چکمه افتاد به جون آی بافقی و تو سرش میزد و لگت بهش میزد او فقط میگفت یا صاحب الزمان. آخ وای اینجور چیزا نه فقط یا صاحب از زمان این رو میگفت و بعد او رو تبعیدش کردن از قوم به شهر ری که دیگه تو قوم نباشه که امام راهل هر موقع می اومد تهران میرفت حرم از زیارت و بعد دیدن ایشون میرفت میگو ای کسی میخواد یک کسی رو ببینه که روی شیطان رو سیاه کرده بره شهر ری آیا بافقی رو ببینه این عاشق امام زمان هست آدمی که غیرت دینی داره از همتون عذر میخوام من دیگه ذکر مصیبت نمیکنم. عزیزمون ان میان میخونن فقط سلام میدیم یا ابا عبدالله غیرت الله شما بودی السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک خدا ان به همتون جزای خیر بده ادب میکنید السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواه التي حلت به فنائک مني سلام الله ابدا ما بغی تو و الليل و النهار و جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. کن تو رو قرآن با تمام وجودتون به سید و شهد بدید سلام بدید السلام على الحسين و علی ابن الهسین و علی اولاد الحسين علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته صلواتی